مهاجماً نسير. الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والقبول عن كنه معرفته وأنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم وعظمته الذي ذلت له خسر ورع نیا
يحجزه أما حرم الله عليه فهلم يرد به جهل السفيه وخلب يدار به الناس صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه ولی عصر امام زمان ارواحنا فداه بهرمن باشید بلندتر صلوات قطع کنید. پیغمبر اکرم فرمود هر کس این سه چیز را با خودش فردای قیامت نیاورده باشد از دنیا از ورشکست شده ها و ضرر کرده ها و ضرر دیده ها و زیان دیده ها. یعنی آی اونایی که میخواهید روز قیامت تو صف ورشکست شده ها نبرنتون و در صف نفع کرده ها و خیر دیده ها و عمر به جا صرف کرده ها ببرنتون این سه چیز را داشته باشید. اول ورع آن یحجزه اما حرم الله علیه یه ورعی در خودتون ایجاد کنید و دارای یک روح خدا ترسی باشید که اینقدر با هنر و با ارزه باشه ای روح و روحیه که بتونه جلو شما رو از کارهای حرام بگیره. ورعان یحجزه اما حرم الله علیه. بعضیا تو خیابونا جلو چشم 5000 جمعیت متدینن اما تو اتاق خلوته دینی تو کار نیست. بعضی ها تا مردم نگاهشون میکنن اینا نگاه به نوامیس مردم نمیکنن، اما بعضی ها هیچ کس هم که نگاهشون نکنه میگن چون عقیده داریم خدا ما را میبینه گناه نمیکنیم. بعضی ها فارسیشو بگم بعضیا از ترس مردم گناه نمی کنن، بعضیا از ترس خدا گناه نمی کنن. ای هر کسی خودشو بهتر می تونه بشناسه، اون مواظب خودش باشه ببینه از ترس کی خلاف نمی کنه، از ترس مردم یا از ترس خدا. اگر از ترس خدا باشه تو خیابون و تو دکون خلوته فرقی نمی کنه. همون خدایی که تو خیابون داره منو میبینه تو اتاق خلوتم هست و میبینه. اما اگر دیدید حالتون فرق کرد تو خیابون و یه جای خلوت دو جور شدید، بدانید اونجام که گناه نکردید از ترس خدا نبوده، از ترس مردم. و اونی قیمت دارد که از ترس خدا باشد. ورعان یحجزه اما حرم الله علیه یه ورعی و یه خدا ترسی که جلو تو بگیرم از اون چه حرام است. ورعان یحجزه
اما حرم الله علیه یه ورعی داشته باش که اون ورع جلوه تو از خلافا و گناهها و معصیتها و نافرمانیها برادرم بگیره. تقوا و ورع دو جوره، یه تقوا و ورع در خلوته، یه تقوا و ورع در جلوته. او تقوا و ورع در خلوت خیلی کمک به آدم میکنه، خیلی خیلی، و او خیلی قیمتیه. اگر مخوای در این عالم کسی بشی یا به جایی برسی یا دست تو خدا جایی بند کند، به کسی به چشم حقارت و پستی و ذلت نگاه نکن، چون آدم ارتباطات مردم و با خدا نمیدونه که کی چقدر خوبه. این بیانیه که یه مرجع تقلید گفت و این گوشم شنید و این لبم حالا داره میگه. آیا میرسید علی فرمود که پدرم برام نقل کرد که ما یه سفر با کشتی میرفتیم مک، سابق یا با اسب و شتر و کجاوه و محمل و پالکی میرفتن یا از را دریا با کشتی میرفتن، دیگه رای دیگه نداشت، نه ماشینی بود و نه قطاری و نه هواپیمایی. بعضی هم پیاده میرفتن برای ثوابش. لا اله، ایشون فرمود پدر من با کشتی مشرف میشدن مکه معظمه. میدونید کشتی های مسافر بریم، نمیدونم سوار شدید یا نه، واقعا عجیبه این مسافرت دریا و دریا. خب این کشتی مسافر بری یه اتاق دارن مال ناخدا که بهش میگن کاپیتان، در این اتاق میشینه، یه قطب نمایی هم جلو بشه او راهنمایی میکنه، فرمانده کشتی اونه، به هر کجای دریا که برسه میدونه عمق دریا و گودیش اینجا چقدره اونجا چقدره، چون باید روی موازین راهنمایی کنه، چون دریا یه جبال و کوههایی داره که اگر روی او برنامه سیر نکنه گاهی میبینی کشتی برخورد به کوه میکنه، اصلا کشتی متلاشی میشه. گاهی یه گردابایی داره که اصلا اگه تو گرداب کشتی بیفته نمیتونه خودشو خلاص کنه. فرمود رو برنامه خودش کشتیه داشت میرفت، ناخدام راهنمایی بود، با او سرعت سیری که کشتی داشت میرفت یک دفعه دیدیم وسط دریا کشتی است. ناخدا مضطرب شد، رو برنامه که من هدایت کردم کشتی را، اینجا کوهی نیست که بهش برخورد کرده باشه، گردابی چیزی هم نیست، کشتی هم همینجوری استاده. کارگران کشتی رو احضار کرد که تحقیق کنید ببینید کشتی نقص فنی پیدا کرده ایدن نه، نقص فنی چیزی هم پیدا نکرده، پچش شده ای کشتی. یک چند دقیقه که گذشت آقا، یک وقت دیدیم از جلو کشتی یک حیوان عظیم الجثه سر در آورد از آب مثل یک کوه، اومد بالا 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 بالا، سر این حیوانه رسید موازی بام کشتی، اما هنوز بقیه بدنش تو آبه. وقتی رسید بالای بام کشتی یه وقتی می حیوان دهنش رو وا کرد مثل یک در اتاق، دهنش وا کرد، قنداقه یک بچه شیرخواره ای را گذاشت از تو دهنش رو بام کشتی و رفت لعاب. فقط لباسای بچه تره، بچه زنده و داره گریه میکنه. ناخدا فوری فرمانی صادر کرد، چون در میان کشتی های مسافر بری این بلم های احتیاطی چند تا دارن، قواس هم تو چند تا هست که اگر یه تصادفی پیش آمدی تو دریا کرد این بلم های احتیاطی رو بریدن رو آب، این قواس هم بشینن توش، مثلا اگه خدایی نکرده یه کشتی خواست غرق بشه اینا یه چند توشون رو بتونن نجات بدن. الله اکبر. میگن یه دفعه دستور داد بلمای احتیاطی رو آب، همه ریختن، تو هر بلمی یه قواس نشست، همه بود گوش به فرمون بزن، گفت کشتی لنگر بیاندازه، لنگر رو انداخت، گفت تو هر بلمی یه دونه قواس، هر قواسی از یه طرف و یه جهت و یه قرص بره ببینه آیا کشتی چیزی غرق شده.
خدا خواسته به وسیله ای حیوان ای بچه ها رو نجات بده یا نه؟ چون ای خدا در تمام ای عالم حکومت میکنه، همه جا مأمور داره، همه مأموران فرمانبرن، دریاها، صحراها، آسمونها، زمینها، همه جا بلما رو انداختن رو آب و هر قواس و شناوری هم توی بلم و هر کدوم هم از یه سمت توی یه طرف رفتن و خبری نشد، چیزی نیدن. یکی از این قواس ها میگه ما از یه طرف داشتیم میرفتیم و هی پارو میزدیم و بلمه رو میبردیم، از بس دیگه من پارو زدم این کتوکولم خسته شد، این شونه دیگه خسته شد. گفت یه وقت از بس خسته شده بودم با خودم گفتم بسدیه برگردیم، چیزی که نهیدیم. گفت مثل که یک کسی یه افساری انداخته بود به گردن دلم، میگفت یه خورده دیگه بیا. دیدی گاهی پا خسته میشه میخواد برگرده اما دل میره. گفت یه خورده دیگه رفتیم جلو. یه وقت یه شبهی به نظرم رسید، نگاه کردم دم یه تخته بسیار بزرگ و کج و معوجی هی میره لعاب، هی میاد بالا، توی امواج آب مضطربه. گفت ما بلمه رو بردیم نزدیک این تخته، دیدم یه زنی خودشو به این تخته چسبونده، از بس رفته زیر آب و اومده بالا و داد زده و ناله کرده، دیگه این جوهره صداش تموم شده، دیگه اون نزدیکی های مردنه. گفت ما بلمه رو بردیم خوب نزدیک و زنه رو آوردیم تو این بلمه سوار کردیم. این تا یه خورده ای تو این بلمه نشست و مارم دید و یه بلمه سالمی امیدوار به زندگی شد، یه خورده حال اومد. گفتم خانم شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت من چند نفر بودیم با هم از اون جزیره سوار یه لنج شدیم، میخواستیم بریم به اون جزیره، دو سه روز روی آب گرفتار طوفان شدیم، آب متضادن حمله میکرد، یه روز دیدیم این تخته شکست و آب اومد تو لنج و فشار آب تمام همسفریای ما را لوله کرد و برد. من یه بچه شیرخواره ای داشتم، این بچه شیرخواره را قرص تو بغلم گرفتم و خودمونو به این تخته قرص چسبوندیم، گفتیم اگر بناز غرق بشیم هر دو با هم و نجاتم پیدا کنیم، هر دو با هم باشیم خوبه ها، امان از جدائی ها، امان از تفرقه ها و اختلاف ها، با هم باشیم خوبه ها. لا اله الا الله. گفت خودمونو به این تخت پاره قرص گرفتیم و یکی از همسفری های ما که تو لنجه بود و لای رفیقا رفت لاب، چون به فن قواسی و شنا و شناوری آشنایی داشت، یه وقت مثل که یک ماهی از تو آب میاد بالا، دیدم این سر از آب در آورد، یه نگاهی ورور کرد ببینه چیزی باقی مونده یا نه، دیدی تخته اینجا مونده، به هر زحمتی بود با آب هی مبارزه کرد و بر خلاف آب خلاصش تا خودش رسون نزدیک این تخته ها و اومد این بالا و نزدیک ما نشست و خستگیش یه خورده رفت شد و نفس کشید و حال اومد و اینا، کم کم امواج آبم ساکن و آب از تلاطمی که داشت افتاد و یه خورده که یه حال اومد، دیدم زیر چشمی یه نگاهی به ما کرد و شیطان وسوسش کرد، هی یواش یواش داره میاد نزدیک ما و یه وقت رسید نزدیک منو خواست دست به بدن من بماله. گفتم ای بی حیا از خدا بترس، همیشه باید از خدا بترسن، مخصوصا الانی که این تخت پاره رو آب همه داریم غرق میشیم، حالا وقت گناه نیست، حالا وقت خطا نیست، حالا وقت معصیت نیست، حالا وقت دریدگی نیست، حالا وقت نافرمونی نیست، عقلت کجا؟ گفتم محال بگذارم یه ذره بدنم با تو تماس بگیره. گفت چرا؟
چرا؟ گفتم برای که اینجا جاییه باید از خدا ترسید. گفت کسی که نی. گفتم بی انصاف خدا که هی اصرار ورزید، هی پا بشاری کرد. گفتم فایده نداره، محاله، من یه آدم پاکی و من تو پاکیم یک آدم قرص، لغلغه زبون نیست، عملا پاکم، زبانی نی، پاکم، اهلی حرفانیست و پاش وای. این مردک خواست برای که به خواسته و آرزوش برسه منو تهدیدم کنه. گوهای زن نمیذاری دست به بدنت به مالم؟ گفتم نه. گفت خب من این بچه تو میگیرم میندازم تو آب. نقطه ضعف ما رو به دست آورده بود. خب بچه شد یا هر مادری دوست داره مثلا تو این اضطراب. گفتم چیکار میکنی؟ گفت بچه تو میگیرم میدم تو آب. گفتم بچه‌مو میدم اما دامن دست تو ناپاک نمیدم، چون او گفته خود تو حفظ. و من خیال کردم تهدید دیگه، اصلا نمیتونستم به مغز و فکر و عقلم اجازه بدم که یک آدم میشه اینقدر بی وجدان و بی عاطفه باشه برای که من پاک دامن نمخوام آلوده بشم و دست بهش بدم بچه‌مو بندازه تو آب و خفه کند و هلاک کنه. گفتم بچه‌مو میدم ولی دامن نمیدم. گفت نمیگفتم. این بی انصاف اومد جلو، به زور بچه رو از تو بغل من کشید. مادرا اگر یه ظالمی بیاد بچه‌تون رو از تو بغلتون بکشه چه حالی پیدا میکنی؟ مادر، آخه من و شما بابا هستیم، ما خیلی هم بچه هامونو دوست داریم، اما مادر چیزی دیگه. اصلا نمیتونیم ما بفهمیم حساب مادر و بچه تا چه حده، تا چه مرزه، تا کجا بچه جو مخواد. آدم مادر نشه نمیفهم. توجه کنید، گفت بچه را به زور از تو بغل من کشی. گفتم بازم تهدیده. الله اکبر، این بشر اگر یه وقتی خدا رو کنار بگذاره، تقوا و ورع و کنار بگذاره، دنبال شهوت و شهوترانی و آلودگی بره تا کجا میره؟ آقا یه وقت بچه رو گرفت تو بغلش، گفت مادر دست نمیدی؟ گفت نه. گفت بچه تو میندازم لعابا؟ گفتم مانعی نداره. گفت مانعی نداره؟ گفتم نه. این بچه رو جلو چشم من انداخت تفلی تو آب. تا بچه رو انداخت تو آب، طفل مظلوم معصوم رفت لعاب، من بیچاره شدم. خدایا چیکار کنم؟ دنبال بچه‌م برم که اونو نمتونم نجات بدم، خودم هم غرق بشم، بمونم که تو بمونم؟ میوه دلم رفت. میگه یه دفعه اینجوری گفتم، گفتم یا الله، آی کسی که همه جا کار ازت میاد، آی کسی که همه جا کار ازت میاد، شاهد بودی بچه‌مو دادم اما دامن ندادم، چون تو گفته بودی ناپاکی از خودت نشان نده و خدا ترسید و حفظ کن ولو در جاوی خلوت. خدای من پاکی محفظ کرد. زنم بنا کرد گریه کردن. این قواسه میگه، من گفتم خانم چرا گریه میکنی؟ گفت چرا گریه نکنم، این طفل مظلوم معصومم از دستم رفت. گفتم خانم، گفت چی میگی؟ گفتم شما اگه بچه تو ببینی این شیرخواره رو میشناسیش؟ گفت چطور مادر بچه شو نمیشناسه؟ گفت ما دیگه هیچیش نگفتیم، لنگه رو یواش یواش آوردیم نزدیک کشتی و زنه رو بردیم بالای بام کشتی و قنداقه بچهش رو گذاشتیم جلو. ای تا چشمش به این بچه و عزیز دلش افتاد، حالش منقلب شد، گفت این بچه من اینجا چه کار میکنه؟ گفتم خانم بچه تو دست خوب کسی سپردی، بچه تو دست خوب کسی سپردی. نتیجه تقوا، نتیجه ورع، نتیجه خدا ترسی، نتیجه احترام به امر ملوکانه حق، نتیجه خدا فراموش نکردن همینه، هم دومنش پاک مونده هم بچهشو بهش داده. تو ضرر نکن. گفتم زن، گفت چی میگی؟ گفتم اون مرتگش تو شد. گفت طولی نکشید، یه آب اومد زیر دست و پای زل لولش کرد و گفت
گفت دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندون امون نداد که شب را سحر کند. آی مردم دست از تقوا و ورع و پاکی و پاک دامنی نکشید، خدا شاهد ای عالم خدا داره. آی مسلمونا، آی متدینا، آی مذهبیا، یه حسابی ولو یه نخ باریکا، یه راه باریکا با خدا واکنه. قطع نشدا، بی ربط نشیدا، بی ارتباط نشیدا، جدا نشیدا. مردم مردم خدا رو فراموش نکنید و دست از خدا نکشید. ورعان ورعان یحجزه اما حرم الله علیه، اون ورعی که اینقدر ارزه داشته باشه بتواند جلو شما رو بگیرد که این دامنتون آلوده به محرمات الهی نشود. آثاری داره ترک گناه آقا، آثاری داره. و همینطور طرف گناه رفتن هم یه بدیایی داره. حال یک شو براتون میگم. پسره در خونش وایسیده بود، یه زنی بنده خدا غریب بود از مسافرت اومد. این زنه اومد خونه یکی از فامیلاش وارد شد. گفتم اول مسافرت و یه حالا غیر سابقه، الان میره حمام، سر و کیسه میکنه، لباس نوش تنش میکنه، کت و شلوار اتو زده برش میکنه، کفشش هم واکس میزنه، میشینه تو هواپیما، 8 ساعت بعد واشنگتن یا نیویورک آمریکا میاد پایین، هنو تو شلوارش هم نخورده. اما 50 سال پیش 10 فرسخ از اردکون میخواستن بیان تا یزدا، اینقدر گرد و غبار و سواره و پیاده و خاکالوده و اینا، جاده ها اسفالت نبود، خاکی بود، طوفان میشد، اوضاعی بود. این زنه از مسافرت اومده بود کسی و گرد و غبار آلوده و خونه فامیلشو، گفت من میخوام برم خودم رو تر و تمیز کنم، اینجا حمومی نیست اینجا. گفت چرا یه حمومی، عدی کوچه میری تو اون کوچه و از اونجا اونجا، و اسمشم حمام منجابه، برو حمومو بیا. زنم بخشه یه لباسشو برداشت و بنا کرد اومدن. همیو که داشت میرم حموم منجاب، رسید در یه خونه یه پسره وایسیده بود. خب بنده خدا غریبه بلد نیه همون کجا باید ببرسه. پرسید از این پسره آقا جان حمام منجاب اینجا کجاست؟ زنه پسره شهوت راون کثیف آلوده فهمید این زن غریب و بیکسب و راه حموم منجاب بلد نیست و در خونهش وایسیده بود. گفت مادر خواهر حموم منجاب همینجا. زنه بی خبر و بی اطلاع بنده خدا رفت تو خونه، پسرم دنبال سرش اومد تو در خونه رو قرص بست. زنه گفت اینجا که آثار حمام نیست که. گفت اینجا حمام نیست، من که به شما گفتم اینجا حمامه، خواستم بیای تو، غرض شهوترانی داشتم با شما و خواستم آتش شهوتم رو خاموش کنی. زنم دست باچه نشد. تو این چالچوله ها وقتی میفتید تو هر حادثه ای از حوادث زندگی یا خودتون رو نبازید، خودتون رو گم نکنید، خیلی با متانت بشینید فکر کنید، راه حل براش درست کنید. دست باچه نشید. دست باچه اگه بشی همون مقدار فکر و عقلی هم که داری از دستت میره بدتر میشه. بشین فکر کن با متانت و وقار، راه حل برا مشکلت پیدا کن. بی استعدادی و بی ظرفیتی از خودت نشان نده. زنه فهمیده بود، دید حالا تو خونه اومده، در خونه رم قفل کرده بیروش، گرفتار یه جوون هرزم شده. حالا چه کنه؟ داد و بیداد کنه که نمیشه. یه وقت از این در وارد شد این زن زیرک. گفت اتفاقا منم مدتی بود دنبال همچی جوان زیبایی مثل شما میگشتم که یه جای خلوتی بایش پیدا کنیم آتش شهوت رو خاموش کنم. خیلی خوب شد شما هم به مراد رسیدی، ما هم همه جور. این بخشش رو گذاشت کنار و نشست و گفت ولی چیزی که هست من خیلی گرسنمه، خیلی عذر میخوام، گشنمه. چیزی تو خونه داریم؟ گفت تو خونه که چیزی نداریم، باید بریم بگیریم و اینا. گفت خب پس برو بگیر بیار، منم اینجا در اختیار شما تا هر وقت بخوای.
پسره گفت حالا یه دفعه مثلا آتش شهوتمون خاموش میشه، نستجیر و بالله یه زنایی با تو بکنیم، بعد فکری قضا بکنه دیگه. من اگه در اختیار تو هم، آخه منم بود لذتی ببرم و قضایی خورده باشم، شکمم سیر باشه، اینجور گرست. خیلی خوب، پسرم خاطر جمع در و وا کرد، رفت بیرون چیزی بگیره بیاد، زنم بخشش و برداشت رفت بدون سر و صدا و دست پشیمی. زنه رفت بیرون، پسره اومد دید که خبری نیست، فهمید کلا سرش بودشت. آیون زنایی هم نکرده، الله اکبر. همون سال این جوان مریض شد، حالت احتضار بهش دست داد. جوونا گوش کنن، پیرمرداش هم همینجور وقتی خواست بمیرد کنار بسترش نشستن، ای تلقینش میکردن، میگفتن جانم بگو لا اله الا الله، عوضی که بگه لا اله الا الله هی میگفت این الطریق الى حمام منجابی، راه حموم منجاب از کدام طرفه. اینا آثارش دیگه، از اون طرفم بگم آثار پاک دامنی چیه. یه جوانی بوده در زمان هارون الرشید، اسمش محمد ابن سیرینه. ای الانم معروفه در دنیا، کتابش هست، تعبیرهای خواب عجیبی میکرده. این محمد ابن سیرینا یه بزداد دورگرده بوده، ده تا طاقت جهز میداشته توی یه بخچه، بخچه هم میگرفته سرشونش تو کوچه ها. آی متقال داریم، آی پارچه داریم، پارچه میگفته. خیلی خوشگل و قشنگ و زیبا بوده محمد ابن سیرین. آقا همینجور که طاقهای جنس تو بخچه و بخچه هم سرشونش داره مرد و داد بزنه پارچه میفروشیم، از در یه خونه میاد رد بشه، اینه یه زنی ایستاده. زنم اینه جوان خیلی خوشگل و زیبا و قشنگه، به بهانه‌ای که پارچه ازش بخره میاردش تو خونه. اینجا تو کوچه هم بده، بیا تو این خونه ما اینجایی، بخشت واکن و ما جلسات ببینیم و پارچه مقام بخرم. خب پسرن برد تو خونه و در خونه رو محکم بست، هی نگاه کرد تا آقای جلس و اینو بهانه آورد، اینجاش کجل و اون راست راسته و این رنگش خوبه و اون پارچهش کلفته و این زخیمه و خلاصش نمخوام. خیلی خوب، پسرم تا آقای جنس رو گذاشت تو بخشه و بخشش رو بست و روشونش گرفت بیاد بردی در بسته. گفت خانم در خونه رو واکن. گفت در وا نمیشه. گفت چرا؟ گفت من واقعش به شما علاقه من شدم، میخوام آتش شهوت منو خاموش کنی. پسرم محمد ابن سیرین یک جوانی پاک و پاک دامن، گفت خواهر من اهل حرفا نیستم، یه کارگر و پارچه فروشی هم بیشتر نیستم، اما یه آدم قرصی هم تو برنامه های دینی من نیستم اهل حرفا، هر کارش کردید نه تسلیم نمیشد و اینا. پسر دید گیر کرده، چه کنه حالا؟ گفت بسیار خوب، حالا من خواستم امتحانت کنم ببینم شما راستی میخوای با ما شهوترانی کنی یا میخوای حرفی بزنی، حالا که فهمیدم قرص هستی معنی نداره. بخششو گذاشت کنار، گفت بعد اجازه بدید من یه توالتی برم و بیام، یه مسترا میرم میام. گفت بفرمایید. محمد ابن سیرین رفت سر مسترا، این آستین دست راستشو زد بالا، دستشو کرد تو این کثافتا، یک موش از این کثافتا برداشت به سر و سینه و لباس و همه جاش مالید و گفت خدایا تو شاهد باش من از این کثافتا و بوش بدم میاد، اما مخوام سر و صورتم و به این کثافتا آلوده بکنم که این زنه از من بدش بیاد، دومنم آلوده نشه. سر و کلب و سینه شو آلوده کرد و یه وقت از سر مسترا اومد بیرون و زنه نگاه کرد و دید یه قیافه عجیب غریبی. گفت پسر تو چرا همچی کردی؟ گفت من هر وقت بخوام زنا بکنم اول میرم آرایش بکنم و یه قول ادکلون به خودم میزنم و اینا، بعد میام مثلا بعد یه کار بکنم و اینا. این اگه دیواره ای تو پسر احمق اولاق. گفت آره من دیوانه. برو گم شو. گفت چشم برم گم میشم، در واکو تا برم گم شم. در خونه رو وا کرد و اینم با این دست دیگرش که تمیز بود بخشه اتاقای جنس رو برداشت و از در خونه اومد بیرون، رفت کنار یه نهر آب، اتاقای جنس رو گذاشت و این دست و سر و کله و سینه و لباسش رو شست و بعدم خودش رو انداخت رو خاک، سجده شکر کرد، گفت ممنونتم خدا که کمکم کردی. این سر و کله و لباسم که آلوده شد با 5 دقیقه شست و شو پاک شد، اما این دامنم اگه آلوده شده بود این زودی زودی ها پاک نمیشد. جوونها
پاک باشید، پاک باشید، پاک. تقوا و ورع خوب چیزیه جانم، هر که تو هر لباسی هستا خدا گاهی یه نشیب و فرازایی براتون پیش میاره، یه زمینهایی رو پیش میاره، مخواد امتحانتون کنه ببینه چه مرده حلاج هستی، امتحان درست بده تو زندگی. بعدی که پیر شدی مقدس و با تقوا نشو، دوران جوانی دوران تقوا و ورع. آدم وقتی پیر میشه که قوای شهواتیش تحلیل رفته، قوه و قدرتی برای شهوت و شهوترانی و تمایلی نداره. دوران دوران جوانی. الهی به حق امام حسین در این فصل از عمر که امکان داره این دامن آلودشه، کمکمون کن و ایمان و تقوامونو حفظ کن. اون وقت خدا علم تعبیر خواب بهش داد. بله، در روایت داره هر کس یه زنایی براش پیامد بکنه او برا خدا نکنه پاکی دامنشو حفظ کنه، اثر وضعیش اینه، خدا علم تعبیر خواب بهش میده. او به اول کسی هم که دادن یوسف بود. همه محمد ابن سیرین اگه بدونی به کجا رسیدی، پسره بزاد دورگرد، خدا شاهده هر که به هر جا رسیده این یه کاری کرده، یه چیزی تو کارش بوده، یه حسابی با خدا داشته که خدا دستش گرفته بالاش کشیده، بی خودی کسی به جایی نمیرسه. بریدم لباسم از قامت زینب، به آب غم به سرش دن، گویا گل زینب. به به، عجب مجلسی و عجب محفلی، الحمدلله. زبد فاطمه در صبر و تاب نیامد، زنی به حوصله زینب و لیاقت زینب. بعد از واقعه کربلا دیگه زینب زندگی نداشته. چرا؟ بده چراش هم بگم. شوهرش عبدالله ابن جعفر میگم بعد از قضیه کربلا تا چند سال که بیبی زینب زنده بود، زنشم میگه هر وقت چشمش به آب بیفتاد گریه میکرد، هر وقت چشمش به نون میافتاد گریه میکرد، هر وقت چشمش به یه بچه شیرخواره میافتاد گریه میکرد، هر وقت چشمش به یه جوان میافتاد گریه میکرد. بذار بگم، عبدالله ابن جعفر میگه یه روز یکی از بچه‌های همسایمون تو محله بنی هاشم مدینه، یه دختر بچه‌ای بود اومد از در خانه ما بگذره، دیدم عیالم زینبی بچه رو بغل کرده، هی داره گریه میکنه، هی داره ناله میکنه. من گفتم بیبی جان چته؟ صدا زد عبدالله، رقیمونو کشدن. آی سه ساله برادرمو کشدن، از بس تازیانه زدن. وای امان، وای امان، امان. ای لا مذهب، ای بی دین، ای بی ایمان، اگر مردی با قدرتی میخوای بزنی، بیا یه مردو بزن، یه پهلوانو قهرمانو بزن، چرا بچه رو کتک میزنی؟ ای نانجیب، چرا گوشوارشو میکنی؟
آی چرا گوش بچه رو پاره می کنی؟ لا اله الا الله. حوائجتون رو در نظر بگیرید مردم، مخصوصا فرج امام زمان را. ای اشکا که رو صورتاتون میاد تا مزدشو نگرفتید از خدا پانشید. ای اشکا قیمت داره برای امام حسین. اول فرج امام زمان، بعد حاجتای خودتون و شفاء مرزا را. هر چه تو سرت بزنی کمه. آخه نبودی ببینی بچه امام حسین را چه دو زدن؟ شیعه نمتونه بشنو و نمتونه طاقت بیاره، حق داره. پنج مرتبه ای آیه شریف را آی بذار بگم، مجلس حال عجیبی پیدا کرده، مثلی که خدا امرو میخواد حاجتاتون را بده مردو، مثلی که میخواد امرو درداتون را دوا کنه. مجلس یه مجلس عادیری امرو. آی بذار بگم، آی خواهرا گوش کن گوش کن، آی خواهرا حواستون رو جمع کنید، یه وقت میبینی تو شماها فاطمه نشسته. آی دختر پیغمبر تو مجلس حسینش میاد. آری میاد. دستاتون رو بلند کنید در و آسمان. آی اونایی که دستاتون چیزی از خدا میخواد، پنج مرتبه همه بلند آیه رو بخونید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بحق الحسين وإترته يا